شادی نوشته یکی از بچه های گروه سرسختانه عاشق من شده، سنش خیلی کمتر از منه، 20 سال کوچکتر از منه. شادی مسئله این نیست عزیز من، اولا که تو بسیار شادی، این گروه تو این گروه که هستی واقعا به بچه ها نیرو میدی، دوما اینکه سنش کمتر باشه. مشکل تو چیه؟ برگرد ببین که این شخصیتش چیه، برگرد به احساس خودت، ببین خوشت میاد. من خودم یه دوست پسری داشتم 24 سال از من کوچکتر، من 24 سال از من بزرگتر بود، یکی دیگه داشتم که چقدر از من کوچکتر بود، 23 من 43 اون 21 سال از من کوچکتر. من اصلا به این نگاه نمی کنم، به این شخصیتشون نگاه می کنم. بعضی وقتا واقعا می بینی که فرد انقدر شخصیتش، اصلا تو حس می کنی که واقعا داری ازش یه چیزی یاد می گیری. من تو این رابطه بگم بچه ها، من خودم پس دراج که عکسش هم هست که شیلان هم عاشقش میشه، دراج یه دوست پسر کرد عراقی بود. این پسر میدونی اصلا، من البته بعدم به من گفت، من به تو گفته بودم دوستت دارم، تو متوجه نشده بودی. گفتم بس نمیدونم چه جوری به من گفته بودی، من متوجه نشده بودم. ولی یه من به این گفتم بیا بریم دوچرخه سواری، شنا، این ور اون ور. یه روزی که داشتیم شنا میکردیم، اصلا میخوام میگم به شادی دارم میگم اینا، این دیدم مثل ماهی کردم بود، خیلی هم فرز بود، دیدم از این ور دریاچه رفت اون ور دریاچه، ویش اصلا اینقدر یه شور عجیبی به من داد. گفتم پسر تو چقدر چیزی فرز و جالب، خیلی حس خوبی به من داد در رابطه. گفتم یکم یه با هم دیگه ما دوچرخه سواری کنیم با هم دیگه، تو به من یه انر، من در مقابل تو کم میارم، خیلی خوب بود. گفتش که گفتم بیشتر بیا با هم دیگه شنا کنیم، بیشتر با هم دیگه ورزش بریم، دوچرخه سواری کنیم. بعد من خیلی حس خوبی ازت میگیرم. خب حس خوبی ازش میگرفتم. بعد گفتم که، بعد یواش یواش یه ذره که بیشتر رفته بودم، حس خوبی من اصلا حس عشقی و عاطفی هم داره میشه. خودم بهش پیشنهاد کردم. خب اونم قبول کرد. همین حالت رو در رابطه با همین دراید 23-24 ساله داشتم. بعدش به اووم یه جور دیگه. 6 ماه با اووهی که از من 25 سال بزرگتر بود ارتباط داشتیم، رفتیم میرفتیم میومد، انقدر این اینفورمیشن داشت، انقدر من توسط او به چیزای جالبی یاد میگرفتم، و انواع ماهی و انواع خوراکی و انواع نمیدونم شهرهایی که میرفتیم، تعریفایی که میکرد. بعد میدوید مثلا یادم تو اسپانیا بدو بدو رفت، یه تیکه، من عاشق اینفورمیشنم، یه تیکه از چوب پنبه رو هیچ وقت یادم نمیره کند، اومد گفت میشناسی درخت چوب پنبه رو؟ گفتم که نه. گفتش نگاه کن این تیکه رو برای تو کندم. گفتم وای چقدر قشنگه، این بهترین هدیه شد از اسپانیا برای من. این تیکه چوب رو برداشتم بردم. من با اووه خودم براش نامه نوشتم، بعد گفتم من خیلی دوست دارم با تو ارتباط داشته باشم. بعد از 6 ماه یادم میره یه کنسرت رفته بودیم، چی داشتیم میمدیم، یه دفعه گفتم اوه میشه من تو رو بغلت کنم؟ یه حس خیلی قشنگی به من میدی. اونم گفت واو، من 6 ماه بود منتظر بودم تو این کار رو بکنی. گفتم بیا حالا راه وقتش رسیده. عزیز من این 25 سال از من بزرگتر بود، اینقدر حس قشنگی داد که اون با حمید صادقی، فیلم سکس منو با حمید صادقی ببینید، حمید صادقی میگفتش زیبا اگه تو نمیتونی با من خوب سکس کنی به فکر ینس و اووه باش، چون با اونا خیلی سکسات قشنگ بود تا بتونی با من سکس خوب بکنی. یعنی اینقدر به من این ینس و اووه لذت داده بودم، سنشون خیلی هم بالاتر. از اون ور درایدم یه حس قشنگ دیگه ای داده بود. عزیزم سن و ول کن، با هر سنی که دوست داری باش. خب اینم جواب من به شادی عزیزمون، که شادی واقعا بچه تو گروه واقعا بمب شادیه دیگه، همه دوستش دارن. اوه به به، مرسی مرسی از توبای عزیزمون که انقدر قلب فرستاد. توبا امروز اومدم پیش تو و
واقعا خیلی خوشم اومد، خیلی خوشم اومد تو با یکی از بچه‌هایی که امروز رفته بودم. بعد واقعا انتظار نداشتم با بچه‌های مجرد سه تا اینجا، من واقعا باید جا داره اینو بگم، توی کمپی بودن که بچه‌های مجرد و این توبا انقدر قشنگ باشون برخورد میکرد، صمیمانه، اصلا فرا جنسیتی. گفتم توبا من باید تو رو ببوسم. این شوهرش هم اونجا بود، اصلا نمیگفت حالا چرا با این مرد پسره داری شوخی میکنی، یا نمیدونم دست رو پاش میزنی یا فلان میکنی. یه لباس خیلی باز خوبی هم پوشیده بود. آفرین توبا، آفرین توبا، من به تو افتخار میکنم که انقدر راحت و انقدر قشنگ و انقدرم اسی شوهرت، همسرت واقعا باشعوره. خوشحالم، خوشحالم که با شما دوستم.